تو ابتدای صحبتمون گفتیم که اساسا سوریه برای جمهوری اسلامی یک در واقع سرپل بود برای ارتباط با فلسطینی ها و لبنانی ها و مسئله آرمان ایجاد هلال شیعه از ایران و عراق و سوریه و لبنان که بارها روی اون تبلیغ می و روی اونم سرمایه گذاری کرده بودند. من دقیقا یادم موقعی که در زنج ایران عراق خورمشهر آزاد شد و افکار عمومی در داخل همه خواهان پایان جنگ بودن چون دیگه صدام عقب نشینی کرده بود و مناطق اشغالی آزاد شده بودند. حافظ اسد با عجله به تهران آمد با رفسنجانی و با خمینی دیدار کرد و اونا را متقاعد کرد که شما اگر الان صلح بکنید نمیتوانید غنیمت بگیرین شما باید برین بخشی از خاک عراق را اشغال بکنید اون موقع صلح بکنین تا بتونین درآمد بگیرید حافظ اسد در واقع یه استراتژی بسیار کارکشته بود همه هم قبول دارن که حافظ اسد یک دیکتاتور و استراتژی برجسته ای بود اون را در میان کشورهای عربی به بیسمارک عرب میشناسند هشت سال ادامه بی حاصل جنگ دقیقا به نفع سوریه بود اولا لوله نفت عراق که از سوریه به مدیترانه میرسید بسته شده بود و ایران در مقابل اون نفت مجانی به سوریه میداد به خاطر اینکه اون رو بسته بید. دومندش دو رقابت در مورد رهبری جهان عرب بین سوریه و عراق به نفع سوریه تمام می شود. و سوما سوریه خود را به عنوان خط مقدم جپه مبارزه با اسرائیل در تبلیغاتش معرفی می کرد و حاکمیت خانواده اسد را تثبیت می کرد. حافظ اسد بارها گفته بود که هرگز تنهایی با اسرائیل روبرو نخواهد شد و کشیده شدن پای جمهوری اسلامی به سوریه تا اندازه می توان گفت که با نقشه های اسد هم بوده ضمن اینکه ایدئولوژی خمینی به این کار زمینه سازی زمینه ایجاد کرده بود و اسد از این مسئله استفاده کرد چشید اونجا حالا این به سلام می گفتن یه فرصت مناسبی مفت و مجانی شرایط ایجاد شده که ما بریم در اونجا در مقابل اسرائیل ارزندان بکنه اینجا فرانسوی ها می مجانی فقط اون پنیری است که توی تله موش میگذارن طرف تله می افته. جمهوری اسلامی رفت اونجا و الان می بینیم که همراه با رژیم سوریه عملا به تله افتاده روزنامه های فرانسوی علنا می نویسن که اسد تاوان اتحاد استراتژیکش را با جمهوری اسلامی پس میده یعنی بخشی از فشاری که روی خانواده اسد بشار اسد هستش به خاطر پیمان استراتژیکش با جمهوری اسلامیه جمهوری اسلامی بدنام شده در دنیا و به خاطر ایجاد بحران صدور تروریسم و تحریکاتی که در مناطق مختلف انجام داده الان به عنوان یک رژیم مسئله ساز و خطرناک برای صلح منطقه و جهانی شناخته میشه اسرائیل از این مسئله آگاه بوده و بیشتر نفرها را هم از همین چهره منفی جمهوری اسلامی برده از این نظر در این رابطه حرکاتی که در سوریه انجام میگیره مستقیما علیه جمهوری اسلامی هم حساب میشه چون بالاخره جمهوری اسلامی تا سی و دو سال گذشته در اونجا سرمایه عظیمی کرده بود و درآمد توریست ایرانی در سوریه یک رقم بسیار بزرگی بود با هواپیما با اتوبوس هر روز ده ها اتوبوس صدها اتوبوس از ایران برای زیارت مرقد زینب به سوریه می رفتن. و بسیاری از آخونده ها در همون دهجدهی که قبر زینب بوده الان به شهرک مدرن تبدیل شده اونجا ویلا درست کردن و خیلی هاشون حتی یکی از زنها که معمولا سه چهار تا زن دارن یکی از زنها رو گذاشتن اونجا هر ماهی هر دو ماهی به عنوان زیارت زینب میرن اونجا و به اصطلاح تفریحشون استراتشون رو اونجا میکنن در همین رابطه سوریه با جمهوری اسلامی یه روابطی ایجاد کرده بود که از نظر خود مردم سوریه این سیاست های جمهوری اسلامی باعث فقر و عقب ماندگی جامعه سوریه شده یعنی حالت تشنج در اونجا ایجاد شده الان مثلا پرچم جمهوری اسلامی را در تظاهرات اونجا می سوزانن. یا حتی در آغاز تظاهرات شعار می دادن که حزب الله جمهوری اسلامی هر را سوریه هر را یعنی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی برن گروشون گم کنن از سوریه سوریه آزاد بشه بعد حالا پرچم ایران را اونجا می سوزانن. بعد ایران برای بقای این نظام همه چیزش رو به کار گرفته طبق نوشته روزنامه لزکوی فرانسه که دو هفته پیش سه هفته پیش اینو علنی کرد جمهوری اسلامی 5 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده به سوریه برای اینکه بتونه حقوق ارتشیا و کارمندار پرداخت بکنه از موقعی که تظاهرات شروع شده اقتصاد سوریه فلجه عملا کارخانه ها کار نمیکنه مؤسسات بسته است اعتصابات عمومی وجود داره و بایست حقوق کارمندا و ارتشیا پرداخت بشه تا به هر حال سر کارشون باشند و جمهوری اسلامی یک میلیارد در قسط اول پرداخت کرد بقیه برای سه ماه در نظر گرفته شد که جمهوری اسلامی پرداخت بکنه بعد جمهوری اسلامی سپاه پاسداران واحد قدسش کوشیده کمک کرده برای ارتش سوریه که یک ارتش سایبری ایجاد بکنن برای کنترل مخالفان و ردگیری انترنتی و همچنین پارازیت انداختن روی ماهواره ها و اخلال در سیستم ارتباطگیری مخالفین که این علنی شده که به طور کلی این کارا را جمهوری اسلامی برای سوریه انجام داده بعد حالا در بعضی شهرها مردم میگویند که از پاسداران در سرکوب مردم استفاده شده و جالبه که وقتی اتحادیه اروپا 15 نفر از مقامات بلندپایه سوریه را تحریم کرد سه نفر از مسئولین سپاه هم سپاه پاسداران ایران هم جزو اون پونزده نفری بود که تحریم شدن یعنی نگاه کشورهای غربی به مسائل سوریه اینه که اینجا بخشی از ایران حساب میشه و ایرانیا مستقیما در سرکوب مردم دخالت دارند و هر تحریمی که علیه سوریه انجام میگیره باعث پای ایرانیا ها ایرانی ها را هم بگیره و در این رابطه به نظر میرسه که دیدشون درست بوده و جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر رژیم اسد سرنگون بشه اولا اون سرپلی که برای دخالت در لبنان و غزه و اینا داشت از بین خواهد رفت ثانیا امکان داره باز مخالفین داخل ایران از این مسئله عبرت بگیرن یا اصلا تشویق بشن و دوباره علیه جمهوری اسلامی حرکت بکنن اینی که سعی میکنه به هر ترتیبی شده به اونها کمک بکنه چه سرپا نگه داره رژیم اسد را و گاهنم میبینیم حتی دخالت هایی که در کردستان عراق میکنه غیر مستقیم به مسائل سوریه مربوطه یعنی به آمریکایی ها هشدار میده که شما اگر در سوریه بخواین رژیم سوریه را تحت فشار بذارین ما برای شما در سوریه در عراق مسئله میسازیم یعنی برای شما همین مسئله هست که دست به دست هم دادید که قرب در برخورد با سوریه اون کارهایی که در لیبی کرد اون اجماع نظری که در مورد لیبی داشت در مورد سوریه نداره و یه مقدار دست به اثار را میرن به نظر میرسه که سوریه به خاطر موقعیت استراتژیکش و هم مرزیش با سه تا کشور حساس در منطقه یعنی اسرائیل و لبنان و عراق موقعیتی داره که از یه طرف اصد مطمئنه که غربی ها دخالت نظامی نخواهند کرد در اینجا از طرف دیگر غربی ها هم از مسائل لیبی یک تجربه انداختند که به شکل دیگری عمل بکنند یعنی شاید اصد بیمیل نیست که اروپایی ها یا امریکایی ها یک موشکی به سوریه بندازند یا یک بمبارانی بکنند نقطه کافی تا به نوعی پیج چهار ما حق داشتیم و مملکت در خطر اینا میخوام بیا قتل و ادامه بده و تثبیت بشه یعنی چنین حمله ای به سوریه یک کادوی بزرگی به اسد خواهد بود ولی در عوض همین انکاس وقایع سوریه و حمایت سیاسی از اپوزیسیون لایچ سوریه خودش بهترین خدمت در این رابطه است و ضمنا نشان میده که سوریه به نوعی بغض فروخورده اون ملت داره میتره که الان یعنی تایی پنج ماه گذشته طبق آمار سازمان های بشری دو هزار نفر کشته شدن از اون طرف حدود پونزده هزار نفر دستگیر شدن پنج هزار نفر مفقود و هستند. ده ها هزار نفر به به ترکیه و لبنان و عراق و جاهای دیگر پناهنده شدن فرار کردن رفتن و تمام سرمایه های خارجی به اصطلاح حسابشون رو بستن و سرمایه های داخلی هم به نوعی به کشورهای همسایه دارن منتقل میشن و علا رقم خشونتی که اسد نشان میده مردم مقاومت میکنن دو شهر فعلا کاملا در کنترل حاکمیتی دمشق یکی آلپه این دو شهر پایگاه بورژوازی نوین سوریه هستش که با استفاده از دیکتاتوری خانواده اسد به مال و منالی رسیدند و فعلا ساکت هستند سانیان عمدتر نیروهای سرکوب پلیس سیاسی و نظامی در این شهرها مستقر هستند و هر حرکتی را بلافاصله فاصله با خشنترین شیوه سرکوب میکنند شبیه ها که در واقع بسیج سوریه هست در این شهر در آماده باش 24 ساعت است شبیهات جوانان وابسته به فرقه علوی هستند خانواده اسد هم از اونها حدود ده درصد جمعیت سوریه را تشکیل میدن و اینها را مسلح کردن به صورت لباس شخصی در خیابان ها هستن حرکت اینها هماهنگ است با حرکت های پلیس و ارتش و سازمان امنیت و سرکوب میکنن هر گونه اعتراضی را به حساب اینکه مردم به اصطلاح چلو مخالفان را میگیرن ولی پنج ماه ادامه پیدا کرده حرکت ها و اصد سه هزار تانک روسی از روسیه خریده بود با این حساب که این را علیه اسرائیل استفاده الان این تنچ ها را علیه ملت خودش به کار میبره و آخرین کاری چه کرده دیروز دیدیم تو خبرها که حتی از نیروی دریایی هم برای کوبیدن مخالفین در شهر لازگی استفاده کرده یعنی از یک طرف تانچ ها از خشکی شهر را به گلوله می بندن. از طرف دیگر کشتی های زنجی از دریا این شهر سنی نشین را که عمده ترین پایگاه دریایی و بندر تجاری سوریه هست زیر آتش می گیرن. آیا رزمی حالا که بحث سیاست خارجی ایران در منطقه هست در رابطه با مصر با توجه به اینکه سالها جمهوری اسلامی ایران مصر رو به عنوان همکار اسرائیل قرار قبول کرد و انور سادات رو به اون شکل محکوم میکرد بعد از اون حسنی مبارک و چون سیاست های سادات رو ادامه میداد به همون شکل نگاه میکرد و روابطی بین ایران و مصر برقرار نبود اما با توجه به اینکه این, که این دگرگونی در مصر پیش اومد و یک دولت جدید و دولت انتقالی روی کار اومده و هنوزم به اون مرحله تثبیت خودش نرسید اما این بحثایی هم که در جمهوری اسلامی هست بر